سونامی تشنگی، طغیان خشکسالی، دومینوی بیابی از جمله اعترافات این روزهای رسانه‌های حکومتی است، اما کمتر به علت و ریشه آن اشاره می‌کنند. اغلب برای لاپوشانی دزدی و غارت منابع آب پشت بحران خشکسالی جهانی و بودن ایران در منطقه نیمه خشک سنگر می‌گیرند، اما اشاره‌ای هم نمی‌کنند که کشور عربستان که از ایران بی‌آب‌تر و خشک‌تر است چطور در بیابان‌های سوزانش جنگل‌کاری کرده است. در چهارمحال و بختیاری و اصفهان علت ریشه‌ای این وضعیت انتقال آب بین حوضه‌ای و به طور مشخص تأمین آب صنایع فولاد، صنایع اتمی و نظامی و دیگر صنایع آببر از سرچشمه کوهرنگ است. اما در همدان چرا آب قطع می شود؟ چرا مردم این کلان شهر هم باید دبه به دست به دنبال تانکر آب باشند تا رفع آتش کنند؟ سد بزرگ اکباتان در حال خشک شدن است. می گویند تنها 1 میلیون متر مکعب آب در پشت سد باقی مانده که در نخستین هفته شهریور ماه این میزان آب هم تمام شده و سد به طور کامل خشک و از مدار خارج می شود. رسیدن به این نقطه هم علتی جز سیاست‌های ضد مردمی رژیم ندارد. حکومت آخوندی در 45 کیلومتری جاده همدان تهران نیروگاه احداث کرده که آب‌های زیرزمینی را جذب می‌کند، امری که باعث خشک شدن چاه‌های کشاورزی شده و اکنون نفس سد اکباتان را هم به شمار انداخته است. حکومت آخوندی در تلاش است تا از تبدیل شدن بحران آب به یک بحران امنیتی فراگیر جلوگیری کند، اما راه کارهای آن بحرانهای جدیدی ایجاد می کند، زیرا راه حل آنها باز هم انتقال آب یا سدسازی است که تا به حال حاصلی جز پر کردن جیب سپاه و رانت برای آقازاده ها نداشته است و تنها نتیجهش برای مردم نهایتاً خشکاندن سرچشمه های دیگر بوده است. کدام دشمن می توانست با ایران و ایرانی کاری انجام بدهد که حکومت آخوندی بر مردم ایران روا داشته است؟